مارس رو زدن ولی نگران نباشید، چون 33 قراره مارس بازی کنه، 100% ناین قراره میت بازی کنه مارس رو، یا حتی اسکیتر تو کری. من مطمئنم 33 مارس رو میدن ناین سولو میت بازی کنه به نظرم. آره چرا بهش مارس نمیدن؟ نمیدونم، میگم ویسته، اصلا ویست آف ریسورسز واقعا. یعنی وقتی 33 داری نباید بهش نیکرو مارس بدی، باید یه هیروی ایمپکت فول تر بدی. وایپر 3 بهترین حالتشه، من امیدوارم نه به 33 وایپر ندید. وایپر 3 خوبه جلو تمپلار، تمپلار که گریه میکنه جلوش، ولی انچنترس هم حتی جلو اینچ هم خوبه. کوین از تی اس ام مه، کوین الان اونقدر قوی نیستش که اینطوری مورز بکشی، نرف گرفته. من که میگم همون مارس رو میدم وسط، مانکی رو میدن حالا یا کری یا ساپورت، وایپر پوزیشن 3 تا اینجا، حالا ببینیم جلوتر. ساکسا هم مانکی میزنه، مانکی کری هم جلو دوم بعدش نیست، جنگو میگیره پر میکنه. مانکی اصلا کلن کری خوبیه، کلن جلو همه اوکیه، هم ساپ خوبیه هم کلیه. ولی جواب خوبی بود، هم جلو تمپرال عالیه، تمپرال هم جلو اینچ هم بریک میکنه دیگه. آره ولی خب میگم کاش به 33 ندن، یعنی یه جوری هم که خیلی بازی میکنه وایپرش که 33. خب میگم همون مثل نکرو دیگه، یعنی بلده بازی کنه، هیچ مشکلی نداره، ولی اون ایمپکتی که مثلا با بیست مستر میذاره دیگه هیروش اجازه بشه میده تا یه حد میتونی بری جلو. خب اونجا الان انچ دیسپل میکنه جینگو رو دیگه. آره اینم نکته خوبیه، ولی خب انچ دوبو رو باید بم میدادن جدی دقیقا. الان مثلا ببین من بنای فیز دو تاندار رو هیچ وقت میگم درک نمی کنم. حالا گیریم خیلی منطقیه بغل دوم و اینا، یا مثلا بغل پنگول حتی، ولی جوی بین مثلا اینچ خیلی منطقیه، اینچ میتونست آره قوی تر باشه. من موافقم فینکس بند نیست، همینو فینکس بکشن مانکی کری بدن، اگزن هم ندارن، به جان خودم همینو فینکس بکشن مانکی کری بدن تمام بازی. فینکس بد نیست، خوبه مارس فینکس اگزن که ندارن، مارس هم که ولی کچشون کنارش. کمه، یه چیزی میخوان بگیره. بعد فینکس رو برای چیز میگی؟ برای تاندرا میگی دیگه. آره دیگه الان مانکی رو کری کنن، کچ ندارن وایپر. حالا اینا اونا چی میگه؟ حالا با مانکی و مارس کنار بیان دیگه. انیگما همین الان فینیکس رو، انیگما هم خوبه. انیگما اصلا اگهش رو بزنه تو فایت انیگما نمیتونه بپره، باید حواس. اینا خیلی نکته مهمیه. من که میگم چیز رو چهار کنن رید کینگ بکشن، مانکی رو چهار کنن رید کینگ بکشن. وایپر چهار هم میدن ها، چهار و پنج. نه مانکی رو بدن چهار، رید کینگ کری. این کولان بالا جلوی رید کینگ معمولا جواب نمیده، میمیره بلند میشه کارشو میکنه. رید کینگ اصلا جلوی که از ایران بند کرد، رید کینگ اصلا جلوی نه راست دیگه بنه، منو نگاه کن جلوی سیگنیچر های اسکیتر. من میگم فینیکس به نظرم خیلی خوبه، فینیکس رو بکشید. جایی رو دادم خوبه، آره جایی رو شدن انیگما رو فارم کنن. چقدر خوب که سیبر لایت انیگما بازی میکنه، خیلی لسپی که خوبی بود. الان بازم وزنس لیت گیم بد پاره میکنن تی اس ام. تا آنجا دیگه فست پیس پیکش دیگه، بعد سریع مید گیم جمع کنه، لیت بشه اونجوری هم نیست آخه. جایران های جایران خوبن دیگه. بعد ساکس هم من خیلی دیدم بیلدش اصلا 100% بسن، یعنی اصلا تعلل نمی کنه ایول میول بزنم، اصلا مستقیم محرز میره واسه مثلا اکو سیبر دزولیتور اینجوری، یا مثلا یه آیتم دیگه دزولیتور برای لیت گیمشون خیلی به اینم خوبه. اورباف کوروژن احتمالا میخره،
این بد نیست، پیکای هر دو طرف خوبه، ولی لیت تی اس ام وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. دومشون هم آفلین شد. نه ببخشید میگم دوم آفلین شد، دوم 4 شد داره چه اینگ ماستر شد. خیلی جدی لیت گیم ترسناکه چیزشون. واقعا ترسناکه. بله. درفت با کین پس شما؟ من با تانرا هم راستش. به نظرم آی جایوشون خیلی دارن. بعد من داشتم میگفتم تی اس ام. تی اس ام میوت بودم آره. من اینجوری هم که تی اس ام لیتش خیلی قویه. من راستش من آی جایرو رو خیلی دوست دارم. من میگم تانرا. اصلا همیش ربطی به طرف داری نداره که اتی اسم بعدم میاد و اینش ارتباطی بون نداره اصلا. آره آیو جایرو رو کشیدن دوتاشون هم وایستدن بالا که کسی نیاد وارد به کاره. یه سنتری هم میکاره این هارد کمپ رو بلاک میکنه که جلوشون پول نکنن. این باونتی رون ها 33 اگه سه بگیر خیلی زشت میشه. سه تا رو گرفتن دیگه. سه تا چهار تا گرفتن. حتی خب به خاطر حضور انیگما دیگه، انیگما رو دادن سیف لین جلوی وایپر فلان، نشونم ندادن خودشونو. نشون ندادن خودشونو که سر رونا نرفتن، زشت نشد اتفاقا. چهار. همون اول کار جینگو مستر رو استک کرد، کلیپارم بادی بلاک میکنه و خودش میاد که این خب این کمپه اینجا بلاکه، این کمپه ولی بلاک نیست. بزنه فسپلو بکنم و سه بگیرن. بازی شروع نشده یه سنتری هم براش میکارن. ای نمرد. نه ای بله مو پنجتا روش بود زجر کشش کردن و فسپلو رو گرفتن و چه فرست بلاد خوبی هم گرفتن. یه زشترین فرست بلاد های اونم بود. فکر نمی کرد خیلی بلاید اینجوری رو شیز کنند. ساکس ها همون اول شارژ کرده بود، اونم خیلی دمیج داد. کریپل دادن جلو آیو جایرو که خب اذیت کردن جایرو در کنار آیو واقعا کار سختیه. آیو ادرس هم خریده، کلیپار هم پول میکنه. اون طرف مون میاندر با ایزی کمپ درگیر میکنه که این بار بتونن دایو زیر تاور بزنن. یه اسکورچر فهم روشن کرده، سری اینجا آیو رو جدا میکنن از جای رو با اوتو اتک اسنیکینگ بین درخت ها. تیم اولو هم داره میاد میکشن آیو رو، جای رو هم میبینن. اسکیتر بنده خود یکن هنوز اوتو اتک دارن اذیتش میکنن که بار نکنه زیر تاورش هم نمیتونه وایسه. جای رو کوریر رو شاید بتونه بزنه، کوریر رو میزنه، یه اتک دیگه میخواد که او رو هم میکشن و تریپل اگریسیوی که دادن جواب گرفت. لاین هم الان پوش میشه سمت تی اس ام. خیلی خوب شد. آره خیلی خوب شد. لاین رو زدن، دوتا کیلو گرفتن. پایین هم که راه این داره میره، مون پیدا نکرد. از اینا اذیت نمیشن جوره سیبر لایت تان را هست اگه بیاد و این نمیشن. باورد میشه نه ایما من یه بار کل مپو چرخیدم یه دونه هم نبود. کل مپو بدون هیچ بلاک، یعنی همه کمپ ها باز بود هیچ کدوم نبود. حالا داره استک میکنه که شانسشو با استک امتحان بکنه که خبری نیست. بازم نه من چرا بد شانسه. هنگوه هم واترین رو پایین رو برمیداره و پایین هم یک بار دیگه این نیگما رو دوباره میکشن زیر تاره کشتن. جالب سیاسه اون زوری که با هم میگفته رو گفته قشنگ به انیگما. انیگما به چند سه و خورده یه چهار شد 33. آره لاینش هم اونقدی دقیقا جلو این هیروها قوی نیست و بازم داره اذیتش میکنه. دایو به زیر تاور هم میزنن که تیپی رو بگیرن.
بلاکش کرده، سری یه دونه بیتک پالس میندازه زمین، دوم اومده اضافه شده، بانلس استرایک رو میزنه، کلینگ اسپری میشه، خودش با اسکور شفت احتمالاً بمیره. 33 با میسو مردونه میارزید. الان 33 تیپی میکنه میاد، ولی انیگما دیگه تیپی نداره. خیلی میارزید این دایوی که کردن. مولش بی مانا میاد، چه سه گرفته بالا رو هم تبدیل به، من میتونم بپرسم چرا سه گرفته جلوی اینا که همینجوری میان دایوش میکنن؟ که خوبیه که باید بپرسیم ازش. وسط پنگو رو کشتن، مانکی جوی مارس داد و با اسپیر و گادربیو کارای من میوت بودم. حواسم، من دیدم صحنه رو، پرید واترون جینگو رو شارژ کرده بود، پرید واترون پنگولیه رو برداشت، یه دونه هم باندس بیزد و کشتنش. خیلی زشی همین بومستری که پایین گرفته بود، پس نهایت استفاده رو کردن. با جینگو رفت بالا، رفتن رو سر جایرو، بعد دارم میزنش، ولی آیو حسابی داره هیلو پمپاژ میکنه توی اسکیتر رو، اجازه نمیده که بخوان اذیتش بکنن. یکش هم داره پر میکنه، داشتن آیو به راحتی استم باراج میده. با مانکی جدی میدو در آبود، ولی یه بارم باتر ریفیل کرد، دوباره الان براش تیپی کرد، باتر ریفیل کرد، قشنگ میدو در آبود. مید بازم مارس، ولی خیلی جلوه، بازم با وجود اینکه خیلی اونجا از اون کیل گرفت دیگه. نه نه من از اون پایین دوباره میخوام بیان روش فکر کنم، دوباره میخوام بیان رو سر سیبر لایت. نذر تاکسی میندازه، سیبر لایت رو پیدا میکنن، کوریرش هم میبینه، کوریرش رو نمیزنن، اصلا کاری باش ندارن، داره میاره که با کوریر بیت کنه، خبر نیست. جینگو رو استک میکنه و سیبر لایتی که فیدینگ رو در دستور کار قرار داده تو این گیم، قشنگ اینتنشنال فیدینگ سفت کاره. ببین آقا، یه بار بیای بمیری به این لاین اپ اوکی، دو بار بیای بمیری اوکی، سه بار بیای بمیری، چهار بار دیگه بس دیگه، یه کار دیگه ای بکن مرد، یه تکونی بده خودت. آخه دوم بدبخت رو نگاه کن، رفت کمپ پایین رو فارم کرد، اینه کم استک کرد، بودم بهش نداد، عجب بد شد. این همون حرف هست که گفتم اگه نده داستان میشن ها. آره آره، ببین ترنگل انمی رو نرفت چک کنه، اونجا رو چک میکرد باز بزرگتر میگرفت، چک میکرد تیپی میکرد پایین، دوباره انگما دوباره تو کولدان در نمیاد، صفر چیش دوباره کشتم. من همینجا اگه دکمه ریپورت داشتین دوست عزیزمون رو ریپورت میکردم. سیبر لایتو چرا نمیره جنگل؟ یعنی... راحت میتونه جنگل بزنه الان. او 1-5 اسخای میکنم، یه بار پنجمش بود، هنوز یه بار، یه جا دوبل دمج 9 داره میاد بالا، سراغ تمپلار تو آرنا، سنتری هم دارن، ویبش هم نرسیده و حالا یه دونه گازریو، یه اسپیر و اصلا آرنا رو هم حرومش نمیکنه. اما اسپیر رو میذاره که کیلو سکیور کنه دیگه. آره نگه هم داره آرنا رو واسه جایی که باید، و مانکی هم مسد داره لول 6 میشه. بازم سیبر لایت یه بودی داره میاد پایین که سیوسه میبینتش، نه سیوسه میره سراغ مونمیاندر، روش ارن هم انداخته و دمیج هر سکندی که سیوسه میزنه واقعا از زیبایی های بازی چیزی کم نمیکنه، بلکه هم بهش اضافه میکنه. سیبر لایت کریپا رو پول کرده، کریپا رو گرفت ها حسین، دوم بالاخره تونست بگیره، گرفتم. به نظرم یه کوچولو دیره دیگه، هفته دیره، لین تموم شد دیگه، لین گرفت. آره دیگه، میگه الان مثلا بیاد یه دونه مثلا به وایپر بخواد مانا بم بزنه، سری وایپر استرایک رو میندازه و با پویزن اتاک پارش میکنه، پویزن اتاک هم مکس کرده. به نظرم اگه همون دوم میموند بالا، جایرو رو میتونست خیلی بیشتر از نرف و اذیت کنه، بی خودی اومد پایین، فشاری که روی سیبر لایت گذاشتن دومو فورس کرد بیاد پایین. حالا دوباره هم ساکسا داره پیداش میکنه، فکر کنم نیدتش، چرا دیدتش؟ نمیخوام برم. آره من به زمان میدن نظر ایکس بی بگیره به این شکل. دوم هم داره از اون طرف میاد دای درخت ها به این شکل. یه میدم آرنا رو نایت پالس اگه بزنه، آره
لختش و ویداس و همونو پریمال اسپرینگ میکنه به دل پالسو دیر زد. بونلس هم داره، بونلسو میزنه، جگو مستری استک میشه، پنگور هم میشه، بولینگ نداره، پالسو میتونه فرار بکنه، یه وایپر استرایک میزنه اونجا، جفتشون بادی بلاک شدن و 33 فرار میکنه. اینو رو خودش میزنه، حالا بوکان کامند و مونی اندری که اینجا دمیج سنگینی رو داره میخوره و خودش هم به گادریوک و لاسیتی که ساکسا میزنه کارش تمام میشه. و چه وای چه گیمی داره با وایپر این سری 33. اونور تجاوز کردن به سیبر لایت، اونور 33 روزاش خیلی خوبه. پریمال اسپرینگ میزنه که الدنوار رو بزنه که آه نمیرسه امسش، بانلس هم نتونست. حالا روش یه دونه مالفیس هست، البته لیول 1ه و اونقدی اذیت نمیکنه. برایل رولینگ تاندر نداره، یه سوش باکر دیگه میزنه، قصدشون کشتن ساکسای یه حتی که بایتر استراد دوم هم اومده، میتونه پالس هم میندازن، همونو به بلک هول میکنه. رولینگ تاندر هم میزنه، مونمیانده رو میکشه، مونمیانده رو دات کش کرد. قشنگ معلوم بود از دست 33 ناراحته سیبرلایت. آره خب تا اینجا که به نظر میاد تاندرا خیلی جلوه بازی رو و 33 ترکونده از یوژوال. البته خب واقعا به نظر من دیگه سیبر لایت هم واقعا خوب بازی نکرد، حالا جدا از اینکه 33 داره خوب بازی میکنه، ولی من کلا تو این دوتا گیم خیلی گیم پلی تمیزی از سیبر لایت ندیدم راستشو بخوای. بعد به محض اینکه از پایینم تیپی کرد 33 داستان شد، یعنی همین که تیپی کرد از پایین رفت مرد. بهترین جا واسه وایپر و هیروهای این شکلی ونومنسر و اینا اینه که لش کنن تو لاین خودشون پادشاهی کنن دیگه، وقتی میرن یه جای جدید اصلا اون چیز رو ندارن، نه قابلیت فرار دارن نه اونقدر چیز دارن. ببین همین این سیبر لاین نمیدونم مارتو شده داشتن سریه پیش که بردن یه جا پاکو خدا وکیلی پاکو اسپیر آرینا کرد مید لین، اینجوری مارس بازی میکنی، نمیدونم چرا بهش ندادن. آخه اینینگ ما هم پیک خوبیه ولی خوب بازی نمیکنه، تا اینجا لین خوب بازی نکرده، حالا باید ببینیم این به بعدش چجوری بازی میکنه. به جاش دوم نتورتش خوبه دیگه مون. اوه استکایی که جاری داره میزنه رو ببین، استکای جاری های گیم میگم برای آلدان هم میزنه تا سریع تر کارای استک ها را بکنه و فارمشون بکنه. آیا برای سورینگ هم خریده که لذت رو برای تمام کنه. آره اگه دقت کنی تتر هم پر کرده، اوورشارژ پر نکرده، تتر پر کرده که تمام ماناش رو بده به جایرو. بدم نمیاد جایروی که راکت باراش پر کنه آیا با سورینگ بهش مانا بده، من دوست دارم باش رو بخوای. آره خیلی هم فارمش سریع تر میشه دیگه، اومدن به دنبالش که بکشنش دوم و انچنترس. البته که نمیتونن این کارو بکنن، یک وسطشون هم هنوز نیفتاده، چهارتاشون تو جانگل تیم پاندرا هستن. اینور مانکی هم داره فارمای تمپلار رو میزنه و واردشون رو هم دیوارد میکنه. حتی وایپر واسه دراگون لنس میخواد اقدام بکنه، بالا هم جایرو کریستالیسش رو خریده، بعدش هم مستقیم میخواد بره بی کی بی، دوباره یه تدر سورینگ بهش میده. این برم پنگولیر هارد کمپ کنار تاور دوه، تاندرا رو داشت میزد که پاشید درش پول سنتورش رو میگیره، یه همه میسار میزد رو سر برایل، ولی کسی اونجا برای رایل نمیخواد بیاد. مارس هم تا درگیرش فاصله داره، اسموک سه زدن اومدن تو جانگل خودشون، دوبو و برایل اونجا هستن، همهشون دارن بک میدن، بوی اسموک رو حس کردن. دوبو داره جلوتر میاد که اگر باقی افتاد اسموک رو بتونه تانک بکنه، دیته آرنا رو میزنه و درخت ها رو میگیره نال، یه بانلس یه اسپیر میدوزن و انچنترس رو هم حذف میکنن و 12-6 میشه. نیتش این بود برایل رو هم بگیره ولی از توی آرنا تونست فرار بکنه برایل.
ببین گیم اگه آروم اینجوری پیش بره به نفع تی اس ام ها، درسته اولش یه ذره بد بازی کردن ولی اگه آروم پیش بره به نفع تی اس ام. آره جایرو اومد پایین، سایدو عوض کرد، دو تا تی پی دادن، منفی 200 کک دبلیو. ده بنگ دونا رو ای دونا رو فارم کرد میصرفید، ستاش برگشت. آره این برم استک کردن حتی باید سریع فارم میکنه خودشو برسونه به جایی که حتی اقل تمپلار راحت بزید. تمپلار هم خیلی خوب فارم کرده این گیم، این شنتان هم براش استک کردن راحت و آسوده داره. آره این شنت کمپا رو هم میکنه و آی رو هم جایرو داره پوش میده اون طرف، هرچی تلاش کردن جانگل رو بگیرن از جایرو یه اسکم میزنه ده ویچ کردن دیگه کلن آمدن این بر یه اسم. این کمپ رو هم میخوام بزنن که نه دیگه دیگه اسموکو احساس کردن. آره ترجیح میدن یه بار دیگه این کمپا رو که آلردی تریپل استکن یه بار دیگه استک بکنن اون ور میان و میره رفت اون حاجی. آره. الان فکر کنم بالا سر آیون میان با میستن اسموک. آره یه بلک هول میزنن آیون رو گرفتن با مار جفتشون رو هم میکشن. اگر جای رو میومد اینجا گیم جی جی بود جدی. آخا استکار هم میبینن اینجا اینجا کواد استک اینشنت یسم هم اوه خیلی خیلی به زهرشونه. چشام داره فقط زیبایی میبینه تو این صحنه. آره. چشای پیمان فقط داره زشتی میبینه ولی چشای حاج کیوپیده که تو این صحنه داره زیبایی میچه که ازش همینطوری. پیمان حس تو از این کواد استکی که زدن به ما بگو. اگه همینجوری نامردی ببرن دیگه یه هفته استک استک اینا این همه زحمت کشیدن اونا زدن خسته نباشید اینجوری که منم میتونم نامردی بود. آره واقعا بعد ورزش اخلاق ورزشی بعد میذاشتن استکشون مرخوا... بمونه قبول دارم اینجوری منم بلدم بود میخوای شما استک رو من میام بزنم بریم تو اینجا. خب تی اس ام شده سوپرمن ببینیم که داستان چطوریه. 33 داره دگر میخره با وایپر، چشام داره چی میبینه؟ بازش پر فکر کنم میخواد بیلینک بلک هول انیگما رو داج بده با دگر. کی؟ خب فکر کنم انچنترس رو الان از چقدر خوب اول 600 ویژن گرفت بعد که ویژن رو گرفت دوشو زد ولی به نظر نمیاد. آره که بمیره تیپی نداره کیک بزرگتر از این حرف هاست کیک دبلیو اتامبله داره چیسش میکنه راکت باراج رو هم کولدان به کولدان روشن میکنه اوبر چهار طرف تی ای ریلوکر کمکش میاد و ریلوکیت میکنن بسنید اصلا برای کی؟ برای چی؟ آرنا خالی و ایچپی پره پلیویت الان بامیستن بالستر ریلوکیت یک درخت فیله آیا خودش به تنهایی اومده به گردش و کسی نیست اونجا بگیره و بوسش بکنه و وای حاجی عجب صحنه فانی بود دید اونو نمیتونه بکشه ریلوکیت کرد برسن به فایت اینورم فایتی نشد حالا دون پری حالا دون میپره میدنایت پالز خود دون زیر کار اوور چارج هم روشنه طرف هم میزنن اسکیتر رو بد دارن دمیج میدن با کامکامند رو استفاده میکنه. اسکیتر هنوز نمارده که با سواچ پاکل کارش تموم میشه میرن به سراغ کشتن آیا آرو هم میکشن و به نظر میاد که اون اتفاقی که نباید افتاده این چای سبز نیست چیزه چشمان بدون برگول و دوم زدن ها داره زیبایی میبینه. آره کولاناشون هم نزدن تازه اون وقت کولاناشون رو فایت به نفع تاندا شد کاملا چت ای روشن قهر کرد رفت بیرون بابا این روشن ناراحته و ایجیز رو هم میگیرن دقیقه 18 4 کانت فورس به نفع تیم تی اس ام شده. آره
وقت من دگر وایپر رو نمیدونم چرا یه ضرب بی کی بی نمیره وایپرش بی کی بی هم البته بره خب نکته خاصی نداره مثلا یه فورس استفی بره نمیدونم هوریکین کنه بی لینک وایپر میخواد اینیشیت کنه میخواد بپره روی یه نفر اینیشیت کنه هنوز وایسر ریبوک و دگر خوب ناین که سواشپاکل بهش نخورد تاور دو رو به راحتی دارن میگیرن و سریع هم اون میانده تیپی میکنه پایین با دگری که داره دگر بی کی بی که بی کی بی که در دستور کار قرار داده بخش آیتم خودش رو میخواد این بازی تکمیل بکنه ویژن برایل رو دارن ناین هم داره فرار میکنه تیمودو هم اومده یه لحظه میبینن ناین رو و خیالش میشن کلیپاشون کو کلیپا رو انگار زدن بچه های تیمه تاندرا و تاندرا فقط دارن دوم و پایین میدن دوبو یه لحظه خودشون نشون میده سه چهار نفر میریزن روش بومبا کمبو جایرو هم اونجا هست اون مثالش میخوره و برایل هم با رولین تاندر میاد و میره فقط صرف هم ویکان کامل رو دوباره گرفت ازشون خودش هم میخواد بیکیبی بره فاصله چندانی هم تا آوردن بیکیبی نداره برایل یه 20 تا دونه گلد دیگه میخواد تا بتونه بیکیبی رو بگیره و میبرم تیمادو وسط داره فارم میکنه لول 16 هایست ایکس پی پرمینت این بازی رو به خودش آوردش پایین انیگما ولی کلیپل یه بلک هول سه نفره همونو دگر کرد وسط میده دومم میزنه رو سره جایرو یه دونه پریمال اسپرینگ که اسلو بکنتشون جایرو داره فرار میکنه ایت یه دونه اما دگر تیمادو بتونه فرار یه میت زد هلیکوپترش هم وا شد اینجاست که میگه هلیکوپتر هلیکوپتر واقعا هلیکوپتر من هرچی نگاه میکنم با فید دادنهای سیبرلایت هم انقدر رفت قویه که هر چقدر سیبرلایت داره تلاش میکنه که ببازه تی اس ام ولی تلاشش چیز نیست بعد واقعا کلاسای فیدینگ علی پین رو بره به نظر من جدی باید یه کلاس پیش علی پین بره میتونه موفق بشه که تی اس ام ببازه بازی رو ولی معلومه پکیج های علی پین رو خریده نیتش این بود چون درفت بهتری داشتن آوانس بده به تیم تاندرا که موفق هم نبود دیگه میبینیم هر چقدر داد یاراش جبران کردن رو بیدینگ تگر بی کی بی تمپلار اختلاف هنگ کانت فورس اختلاف داره به جای رو سه کار اختلاف نتفورس داره به جای رو دراغولنس رو دیس اسمبل کرده و به بی کی بی تبدیل میکند تیمادو بله تو تراینگل خودشون هستن فقط این نکته ذکر کنم که اگه تانگو به بازه میره لود براکت هرز میشه آره خب اون برم آره دیگه فینال آپر براکت این فینال آپر براکت بعد کیک بای زدن بکنم فکر نکنیم خبریه نه کیک بای که نه ولی خب به نظر میاد که گیم سوم رو هم تی اس ام با درفت زیبایی که انجام داد و با هوش بیکران آقا دوبو دارن بازی میبرن خدای دوبو باید یه میجور ببره وایپر دیگه از این بهتر که گیم تو تا حالا تو تیستوری دوتا هم مثلا نداشته درسته ولی نمیتونن ازش اون ایمپکت رو بگیرن برای این میگم نباید به سیوس وایپر بدید یعنی همه سیبر لایت فیت میداد بهش توال ترین گیم ممکنه داشته ولی یه دونه بلک هول زد بازی تموم شد آره این پکت هیروهاشون متفاوته دیگه دقیقا آره واقعا این ور دارن آماده میشن برای اسموک داره پی کی بی میره ساکسا آره دیگه بیدیش پی کی بی آن ساکسا اون و مانکین
آره داره بی کی بی رو میره. وایپر بلینک رو خرید آخر، نه بی کی بی خرید. میگم به نظر منم بی کی بی منطقی بود تا بلینک. داره هکس و بلینک حالا میخره 33. اسموک 4 نفره همونو اسموک درمه آیو رو پیدا میکنه، آرنا رو میزنه، بی کی بی هاشون یوز کردن به دنبال کشتن آیو هستن، موفقم میشن. جایرو همونو داره تیچی میکنه، گوارانا هست و دمیجی نمیخوره. وایپر رو همین طرف پیدا میکنه، دومش هم کرده. اینور آیوی که وایبک کرده اینفرنال بلیت هم میخوره، تدر داره میخواد برگردونه خودش رو نجات بده، ولی خب اتکا سنگینه با سوهاش باکنه که باعث میشه برال تیپ بتونه بگیره. آیو رو هم تیپ فرندی آره. کاملا دوستانه میکننه، این تیپ خیلی دوستانه بهش میده، چون بعد از وایبک اومده بود به حال نیاز به رویه داشت، اون که الان رویش ضعیف بشه این تیپو داد که رویش برگرد. درست آره. 1200 تا گل، 1200 تا گل به نفع تیم تی اس ام، منفی 403 تا به ضرر تیم تاندرا و 3400 تا ایکس پی به نفع تیم تی اس ام. هر چقدر آروم‌تر اینا رو بیان کنی پیمان زمان بیشتری تحلیل ها رو میشنوه. اوکی در کل دو نفره زیبا مانکی و مارز رو هم اونجا کاراشون رو میکنه. مانکی هم مارز هم بایبک نداره، سیاسه بی کیویش رو روشن کرده، خود برایل با رولینگ پاندر میره پیش و یاراش هم به دنبالش، تمپلار هم میاد رفلکشنش رو روشن کرده، اتک میده، یه اتک دیگه، یه ملک اصلا قبل ملک با سواش باکل کار رو برایل سکیور میکنه. میان که پاورا پایین هم بکنن و واقعا گیگا چد این سری از مسابقات. تیمی که فید داد و برد، این رو حتما یادداشت کنید، تیمی که فید داد 6 بار 5 بار انگماش تو لاین نانس مرد ولی برد. خب این هم که باید باش خدا خیلی کنید. حالا نمیمان کامبکشه پیمان، من و تو و تو همه رو اینجا تا صبح بشارم، خدایش حق داره. مثل ATF که میگفت من آقا ترشتاک بکنم، هر کی منو ببره خب خورده دیگه، اون آپر هندو داره. ما از سیاق ورزشکاری داریم بررسی میکنیم. دقیقا کریستالیس تمپلار هم اومده، سیلور ایچ هم خواهد بخره که با وایپر زیاد به مشکل بر نخوره و رفرکشنش و وایپر نپرونه با کارسی وسکینش. روشان هم 5 ثانیه دیگه تکلیفش مشخص میشه که کی از توخ میاد بیرون و ببینم 2 دقیقه و 22 ثانیه زمان کافی رو به تیم تاندرا میده که بخوان فارم بکنن. آقا نیمه جای رو بیاد شاید یه اتفاقاتی بیافته، و اگه انیگما رو هم بتونن قبل فایت فیت کنن اتفاقات جذاب و جذابتر هم. آقا نعیم اومده که فقط بخره، میخواد بایبک آیا رو میبینه اسلوش میکنه، تدر هم میزنه، یه همین میسالم از اون طرف میره بخوره تو سر دوبو رولینگ تاندر برایل. حالا روال میکنه و میاد دد پالش رو هم استفاده کردن، چیده بی کیوی نره کار میگیرنش و همه هم خیلی زش بود رو مینی استان ملفیس چه نستان شد بکن کامان او او بکن بی کیوی او مل او او اتک مرد. این بر هم میپره کیوی ها رو زدن جون رو سر وایپر هست، آیو نجاتش داد، یا آرنا تی پی بلکولو هم براش بشر. این بشره چیز هم باعث شد بی کی بی تی پی نتونه بکنه دیگه. بشره برایل خیلی خوبه پاکش چیز اینا داره، خیلی بهتر از پاکش بازی میکنه خداییش. برایل پنگولیه رو واقعا داره با یه سطح عجیبی بهتر بازی میکنه. حالا بازم بش فکر کنم 33 الان سولوش میکنه یه ذره دیگه. وایپر رو میبینه، یه دگر، یه مالفیس، یه میگدن کالس، دو تا اتک، کلاس هیت رو هم سیبل لایت با اینستنت مالفیسش گرفت. تاور بالا رو داره میزنه، وسط رو هم یه دستمالی کردن تاور سه رو، میرن سراغ باراکسا. باراکس میلی رو در حال دوبو داره میگه بابا اینا بزن اونو نزن. زنده شدن همگی با زدن باراکس میلی، کاملا سیف تی اس ام برمیگرده به
فار روشان بازی دیگه میاد. همه چی به ضرر تی اس ام بود. نه دوم این کلیپ مانوریجن رو پیدا کرد، نه انیگما لاین درستابی داشت. بالا هم که داشتم میزدن دوم ازش رفت اومد لاین پایین، بالا هم تانرا اوکی شد جای رو، ولی با این حال به مید گیم که رسید گیم رو در آوردم. همه و همه به خاطر انچنترس و آقا دوبو. بله بله. خب پیک تی ای هم جدی الان یکی از سوپرترین پیک های پچه دیگه. حالا پیمان یه حرفی زد گفت باید یه پیک قویه پچ بکشن برای اینکه اینا رو ببرن، همین هم شد دیگه. اینا تی ای کشیدن و بعد جایرو میکشه. یکی یه کامنت باحالی که داده تو چت میگه الان بجز کوروکی کی آیو جایرو میزنه؟ واقعا راست هم میگه دیگه. تی ای کجا الان؟ جایرو کجا؟ بعد حالا اینش هم به کنار نریم، اون استک کواده که زدن یه تریپل این هارد کمپه بود، یه کواد این انشنته بود. ببین اونو که زدن کلن جایرو در اومد دیگه. کیوی بلک هول دو تو میدنایت پالس همونو میکشن، بای بک هم نداره جایرو، مارزو هم میگیرن دور دیوار دیوارش را میاد که اتکای تی ای نخوره بهش، ولی خب عمرش به دنیا باقی نبود. دیدیم ولی مرد. چشام داره چی میبینه چت؟ چشام داره چیزی جز زیبایی نمیبینه. گراف هم میبینیم، گراف نرمی رو میبینیم که دیگه از دقیقه 11 12 این دفعه خیلی تمیز برد تیسم برخلاف دست قبلی. به خود دست قبلی هم عادی اسپل میزدن همینجوری میبردن و واقعا داشتن شعبده بازی میکردن تیسم. او پیدا میکنن وایپر رو در لحظه، اونورم ریلوکیت کرده خودش میره و کیبی ساکس ها اجازه نمیده که برگرده در فانتین. یه وایپر استرایک بای بک کرده به رایل، همونو تالنت دیوریشن گرفته بک میکنه. مارز میپره، کسی رو نمیتونه پیدا بکنه. بایتو میخوان بدن انچنترس با اتکا سنگینش خودش داره دمج میده. بر ایزو میتونم بگیرم، ایزو میگیرم میرم واسه راند دو و مارز دوباره حذف میشه. وایپر رو بعد دارن میزنن، اونور مارز رو هم میکشه، همه رو داره میزنه و جی جی میکنن بازی رو. تانرا جی جی رو میده و میره تو لوئر برکت و و خبری نیست. آپر برکت ایست فور بیناستای. آره دیگه، دیگه آخه آپر برکت در کار نیست دیگه، فینال دیگه، دیگه میرن، دیگه میرن برای فینال لوئر برکت. فینال ایست فور بچز. بله آره نذارید. آره بابا جدی نگیریم فکر کنیم مثلا یه موقع پیمان تان رو فنه و اینا، اینجوری نیست واقعا. یعنی میگه ها ولی تو کست آره، ولی تو کست کست دو طرفه است. ما اگر چیزی میگیم واسه فان میگیم، الان مثلا تی اس ام شده سوپرمن واقعیته. من تی اس ام فن نیستم آره، ولی بیشوخی حالا گیم سه هم دقیقا اصلا کل بازی تان رو تو این تورنمنت رو بیاری یه بار هم نشده مثلا یوسه هیروی که یکی از هیروهایی که میخواد بهش ندن وایپر و نکرو هیروی 33 نیستش که به نظرم چیزم خیلی تحصیل دیگه پاره کرد دیگه. آف نینایی هم که این برکشیدن انیجما و اینا خیلی واقعا تأثیر داشت. تازه من دارم آره میگم تی اس ام داره خیلی بد بازی میکنه. نه ریلوکیت اوت کرد دو دفعه که کلن ریلوکیت کرد زیر بلکول، یه بار هم جایرو نکشید بیرون، بعد استکهای جنگل رو دادن به تی ای. اصلا همه چی براشون بد پیش رفتی به خاطر اینکه 33 نیست، مپ کنترل ندارن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. نمیدونم من که اینجوری هم که همه چی به ضرر تی اس ام بود. بدم بازی کرد تی اس ام ولی با این حال بردن. حالا نمیدونم چی جوری شده بود این دست تاندرا که حالا پیکاشون این شکلی شده بود، ولی واقعا تی اس ام خوب بازی نکرد. بازی که من دوستشون دارم اقرار میکنم که شیت بازی کردن، خصوصا دست قبل این دست فقط دوبو و تیمادو داشتن بازی میکردن. ببین دو تا دست، ببین کار خوبی که کردن فارم اسکیتر رو شاددان کردن، هم دست قبلی هم این دست. این دست که به شدت بدتر بود اومدن اون استکر رو گرفتن جی جی شد اصلا بود. همون ببین هم استک رو گرفته بودن هم تریپلشون رو فارم میکردن. خب یعنی به جای اینکه ادوانتجی که گرفته بودن با اون ادوانتج پاشن برن تاور بزنن، با اون ادوانتج میومدن جانگل حریف رو فارم میکردن. آره. بعد یه طوری فضا رو اینا بسته بودن که اجازه نمیدادن
اونجوری که اسکیتر بعد فارم کنه آنلاین شد. تو فکر کنی آقانیمی که اومد این دقیقه چند خرید؟ دقیقه 28 آقانیم تازه خرید. این آقانیمه رو دقیقه 20 می آورد. خب خیلی فایت ها اصلا خیلی متفاوت تر می شد. آره. با اینکه 33 ادوانتج گرفته بود می دی. اصلا فوکوس تیم TSM اصلا رو 33 نبود. چون می دونست آقا این وایپر دیگه. اوکی. وایپر هر چقدر هم پا بگیره نهایت قراره یه وایپر استرایک بزنه، یه ندر تاکسیم بندازه، بعد مثلا یه نفر رو اتک بده دیگه. این دیگه نکته خاصی دیگه نداره. بی کی بی هم که خریده بود نه جلو تمپلار خیلی به درد میخورد، نه جلو انیگما، نه جلو دوم. یعنی باز دوم میشد، نمیدونم بلک هول میشد، تمپلار هیت میداد بهش، اینم دمیجش رو حالا 6 نمیزد بهش، ولی مثلا یک پنگولیار باز تو بی کی بی کلی دمیج بهش میداد. آره دقیقا. بعد اینا تی ای و انچ هم بند نکردن، اینم جالب بود جدی که هم تی ای هم انچ گیم تی اس ام بیکام بیکیم سوپر بیکیم و سوپرمن ایت پرشر تان را ایت پرشر. با این ترجمه ایت پرشر همون بیکام درست. بعد پیمان فند نمیشه تان را فند میشه که من میشم. آره انیگما ببین چقدر هم مثلا خوب هندل کرد که 6 بار تو لایف فید داد 1-6-1 بود اکچولی. آره 1-6-1 بود، ولی هیرو هم هیروش چقدر به درد بخور بود و هم چقدر حالا پلیرش اوکی بوده که اسیست نباخته خودشو و اسیست گرفته بود خودشو نباخته. من آیتما رو بهتون نشون میدم. بازی بعدی ساعت چنده؟ فکر کنم خیلی سریع شروع شه. پیمان آمار بازی بعدی رو میگیری؟ آیتما رو بهتون نشون میدم. 10-1-12 اینور اینور عرضم به حضورتون که تای های استمیج اصلا دمیج خیلی کمه. بازی زود جمع شد. 20K یعنی با زده 22K برایل زده 25K چیز زده تی ای زده خاصی نیست. رو توی ایسا دارن کاسپلی نشون میدن. خبری نیست کاسپلی این چیزی اینجوری که پیمان تلفظ کرد واقعا اونو نشون نمیدادن چت. یه موقع نرید ESL همینجا بمونید. آره نرید اونجا هیچ نشونتون نمیدن خیالتو تو هیچ بیان ما اینجا خودم بهتون نشون میدیم. بابا آقا سرطان رو من اینو نمیدونم کی بود، ولی فکر کنم مطمئنم در اون سرکن استکس بود. یارو دد پرافیت شده بود داشت میومد کاسپلیش، بعد یارو یه دونه این پارچه سفیدا انداخته بود تو پشتش به عنوان روحه این داشت میدوید با کفش، مثلا با کفش شوالی داشت دنبال به عنوان روحش میرفت. من مطمئنم این سرکشن استکس بود. چه سمی بود من دیدم آجی. برکت هم نشونتون میدم. ساپورت آیتما رو ببینین، این برم تلنت ها و عرضم به حضورتون که لول گیری ها رو ببینید، دونیت ها رو من بخونم. برکت الان ایناهاش. اینجا تی اس ام رفت فینال همون طور که هاج کیوپید پیش بینی کرده بود. کیک دبلیو فانتزی پوینتمون به من خودم میگفتم تانرا قوی تر، هنوزم میگم تانرا قوی ترین تیمه، ولی خب میگم یه حسی نسبت به تی اس ام داشتم که اینجوری هم که دوبو سوپرمن شده و واقعا هم به نظر میاد که دوبو سوپرمن شده. گیمینگ گلادیاتورز و او جی الان میخوایم نگاه بکنیم.